در آخرین ساعات سال 1399 سناتورهای هر دو حزب آمریکا در کنفرانس نوروزی خواهان یک سیاست قاطع علیه رژیم ایران شدند. در این کنفرانس که در سنای آمریکا تشکیل شد، سناتور رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، طی سخنانی It is my pleasure to once again wish all of you assembled here بر ضرورت برپایی یک ایران آزاد و دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر تاکید کرد و خواستار حسابرسی از رژیم در مورد نقض حقوق بشر در ایران شد. سناتور تد کروز، عضو عالی رتبه کمیته خارجی، ضمن تبریک سال نو گفت It's an honor and a pleasure. همه ما باید عزم خود را دو برابر کنیم تا در برابر رژیم شیطانی ایران با صدای بلند بایستیم. من به انجام این کار متعهد هستم. ما باید برای ساقط کردن رژیم ایران که به مردمش ستم می کند تلاش کنیم. مضمون سخنرانی تمامی سناتورها و مقامات ارشد سیاسی و نظامی پیشین که در این کنفرانس شرکت داشتند، ایستادن در کنار مردم و مقاومت ایران و حسابرسی از رژیم آخوندی به خاطر نقض حقوق بشر مردم ایران، تروریسم، برنامه‌های موشکی و اتمی و سایر اقدامات مخرب رژیم آخوندی بود. موضوع ضرورت حسابرسی از رژیم آخوندی همچنین توسط رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سخنگوی پنتاگون، رئیس جمهور فرانسه و بسیاری از شخصیت‌ها و ارگان‌های بین‌المللی در روزهای پایانی سال 99 مطرح گردید. در بیانیه مشترک وزیران کشورهای افغانستان، کانادا، سوئد، اوکراین و انگلستان در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی آمده است، ما همچنان به دنبال حسابرسی و پاسخگویی و شفافیت از رژیم ایران درباره این فاجعه و عدالت برای قربانیان هستیم. نوروز 1400 روزی نو در حسابرسی و فصلی تازه در قیام مردم و جوانان شورشی فرخنده و پیروز باد.